بفرمایید عزیزم. بفرمایید. سر شما. درود بر. بعد این برنامه جارو بیگوزی رو دیدم. یارو میده. بله. و این جارو گفت گفت که بله میدونم، بله میدونم. این یه دونه دکمه داره اونجا، شما این دکمه چیه رو رفته ببندی؟ از لوباش نگاه کنیم برات، براتون میخوام بذارم عرض لوباش کیه. من ایشون بفرمایید عزیزم. آه الو، با کجا میخواد صحبت کنید عزیزم؟ با جناب عالی. ایشون نیستن، اگر 5 دقیقه دیگه زنگ بزنید الان تشریف. کجا اون گوری تشریف بردن؟ بردن سر قبر مادره. بدرس اینه میگم، ببینید من میفهمم از اون علاج اینقدر احمق هستم، اینقدر بیشوره این مصد ناراحت شدی پدرت در میارم. من اصلا نمیفهمم شما چی میگید، کجایی هستی از من؟ من دارم بهت میگم تیتریت، شما اهل تیتریت مگه نیستی؟ تیتریت برای شما مثل اینکه خیلی ناراحتی، خیلی رو زیر فشاری. تو زیر فشار نیستی؟ آخه تو میخواد به مردم یاد بدی، تو به گوی پدر دیوست میخندی همچون گوهی میکنی. زمتو گوهی دارم، زمتو. حالا برمیگردم امشب برات بعد میدونستم وقتی که بفهمی صدا میری تو ایران انگولک میشین میان جلو. نفهمیدم از من چی گفتین، یه ذره واضح تر بگو، اشکالی نداره ما صداتو نمیشنویم کی هستی، واضح تر بگو. نفهمیدم عزیز من، ببین واضح نمیگیم، من اگه میخوای مسخره کنی باید واضح بگی بشنوم، اگه همینطوری با خود تریاک. آره من اصلا تریاکی تریاکی هم، من شب تا صبح تریاک میشم. چه تو مگی میخوایی شما ببینم جنسم خیلی خوبه، من اصلا تریاکی تریاکی هستم، همه من میشناسم، من اصلا نمیدی تریاکی هم، یه روزی با من آشنا میشی و خواهی بی تریاکی یعنی چی، بلکه با من بیشتر آشنا شدی خواهی بی تریاکی یعنی چی. درود بر شما عزیزم. بفهم های امیدوار، یه سوال داشتم خدمتتون. بفهم سوال علمی نباشه چون من زیاد وارد نیستم، پشمکی باشه جوابتون میدم. در مورد خودتون بود، در برنامه‌تون راجع به خودم برنامه سوال سختی شده، راجع به خودم سوال نکنید چون خیلی سخته، راجع به کسی دیگه سوال کن. بفهم چش در مورد خودتون که میدونم سوال کنم. بفهم برنامه‌تون. بفهم وزیدی جنس چجوری؟ خیلی خوب عزیز من، و مادرت هم سلام فرستاد. تو میدونی اول ببینم چند سال تو؟ 29. خب ببینم الان نشستی کجا، از کجا زنگ میزنی؟ حوالی رو بگو، میدونم میترسی. 760 705 760 705 88 88 از کالیفرنیا. خب ببینم چه کاره ای تو؟ معمولی جمهوری اسلامی. خب این یعنی افتخار بود؟ بله. باریکالا گوش بده به این قسمت، این برای تو امثال تو گوش بده عزیز من. شما چه خوردی اینقدر باهوش؟ دوتا خوردم یکی مغز خوردم، یکی هم زبون. سلام و خسته نباشید. درود بر شما. آقای امیدوار، واقعا از برنامه جالبتون تشکر میکنم. واقعا جمهوری اسلامی دیگه کارهاشو به حد کمال رسونده. آقای امیدوار، نمیدونم در جریان هستیم یا نه که هفته گذشته این هنرمند عزیز ما دستگیر کردن. نه چیو؟ یکی از هنرمندایی که برای کانال تلویزیونی کودکان برنامه اجرا میکرد، به جور اینکه برای آقای مستری فقط یک برنامه درست کرده بود که فقط بچه ها چون رنگ سبز پوشیده بودن، چیز خاصی نبود، اجازه پخش داد. بعدا آقای کلاه قرمزی در زندان اوین به سر میبرن. بعد این مملکت خرطوخره دیگه، خرطوخره یعنی همین دیگه، من کلمه خرطوخره برای چی آوردم؟ خرطوخره، هر کی هر کاری میخواد میکنه. بعد چون پول زیاد در دستشونه، پول مردم، پول مملکت رفته تو جیب اینا، میفرستن بیرون و این وطن فروشان دارن پشتیبانی از شون میدن. بعد دیگه آقای امیدوار، واقعا من باید تلاش کنیم برای آزادی کشور ما. من دارم سعی میکنم. من دارم از برنامه شما متشکرم، برای آقای کلاه قرمزی دعا میکنیم.
ایشون هم تا چند روز آینده تا وقتی که دعا کنی عزیز من خیلی مسلم تا وقتی که دعا کنی آزاد نمیشه از من باید یه حرکتی بکنی دعا چی عزیز من بفرمان عزیز من بفرمان عزیز من بله میدونم برگرد بعدن بذار فعلا نوشات و تریاک فروشات درست بشه بعدن با تو صحبت میکنم من فعلا زحمت بکش بیا رو خط میدونم خسته میشی زحمت بکش فکر کردی برنامه منم از ناس که میتونه هر لحظه بیا رو خط طول میکشه زحمت بکش بفهمون ازم درود به شما. بله طول بکش دوباره زنگ بزن زحمت بکش تلفن بگی زنگ بزن بزن اونجا حرف بزن هیلی دال بگی هی وضع خراب کن هی این نشگی دی پرت زنگ بزنی هر یه نیم ساعت یه بار میتونی بیای رو خط برنامه من اون نیست که تو میکنی هر لحظه میتونی بیای رو خط بزن بله میدونم میدونم شیرت الان کم شده اعصابت خورد شده من میدونم بفرمایید عزیزم بله میدونم دقیقا همون شیره کش هستی میدونم دقیقا بگو زنگ بزن ببین همینجوری خوبه الان نشگی داره از سر تو میپره از سر اونها که پریده از سر تو هم داره میپره زنگ بزن و اصلا این تلویزیون میدونم چقدر طول میشه تلفن رو بگیره از سر داره خوب میشه بفهمید بفهمید زیاد رسوشش نخوش فلاخی میدونم ببینم الان ببینم یه نفری یا دو نفری الان اونجا نداری دیگه نمیدونی بفهم بله دیر صحبت کرده از من یه ذره نفس بگی نگاه میکنم بفهم آنی از من بیان از یک سیستمی آزاد میشیم یکی دیگه دوباره حالا شروع میکنم بفهم آنی از من آقای امید باید بفهمید الان باز دوباره این مرازل و اوبا شروع کردن الان بعد از برنامه شما نمیدونید تلفن میشه فوش میدن تهدید میکنن ولی خب ما که اینجا ولکن معامله نیستیم ما اینا فروتریم بفهمید عزیز ایران ما نجات باید پیدا کنیم بفهمید عزیز شما خودت رو کم کن برو عزیز برو دنبال کارت الان برات نشون میدم برات ببینی چیه با عزیز شما تلفن این پشمکی رو جواب نمیدم برای اینکه زیاد مزخرف زیادی آقاسی پشمکی عقب افتاده دارم میگم پیر مرد خرف گوش بده بفرمایید بزیده بارو بله به فشار اومده به فشار اومده توی ابله چه ابلهی هستی که بدبخت بیچاره ای تو همون بیچاره بفرمایید اشتباه کنه بفرمایید تو میگم دیگه یه اصلا اینا مثل اینه که مثلا کک افتاده تومونشون حالا اینا خبر نداره ایران بریم چه ککی میفته تومونش این فکر کردن اجازه بزنه ایران بریم واقعا چه خنده دار میشه که اینا بیان از ایران با ما بحث کنن بفرمایید بزیده بارو بله به فشار اومده به فشار اومده بشین و گوش بده تازه صدا داره میره ایران بفرمایید اشتباه کنه بفرمایید تو میگم دیگه یه اصلا اینا مثل اینه که مثلا کک افتاده تومونشون حالا اینا خبر نداره ایران بریم چه ککی میفته تومونشون فکر کردن اینجا بزنه ایران بریم واقعا چه خنده دار میشه که اینا بیان از ایران با ما بحث کنن بفرمایید عزیز این آخوندا بفرمایید ایشون رفتن مسافرن پس برده بله ایزان من میدونم از کجا زنگ میزنن شما ابدا شما فهم کنیم من آدم بدی هستم که نمیدونم با کی دارم صحبت من دقیق شما باید منو بدونین بدم و ایزان بخواد هستیم شما سواد یک دهم میبودی هم نیست بود. نه یک دهمش نیم ولی گره کش داشت میدخن گردن تو میبودی با هم دیگه بردن تو چاله میدون کتافت هم باری کلا که زنگ میزنی بفهمیم امیدوارم که قطع نکنید آقای امیدوار اگه شما در مورد آقای میبودی عزیز ما چیزی ندارید عزیز چی عزیز من عزیز که تو احمقی که فکر میکنی عزیز توه تو همون برده هستی که فکر میکنی عزیز توه عزیز چیه بقیه میبودی عزیز ما خواست تو سر تو میبودید بکنن عزیز ما بفهمین عزیزان بفهمین سلام علیکم شما مادرتون و پدرتون همراهتون هستن الان؟ بله میگم مادر پدرتون با هاتون نشستن یا تنهایی؟
من فقط از لحاظ این که میخوام آمار بگیرم میخوام بدم بینندگاه ما با خانواده شون هستن یا با تنها هستین شما؟ آسیب کردی؟ نه میخوام بدم تنها هستی یا چند نفر دورو برتن؟ من میدارم میگم آسیب کردی؟ آره حالا فکر کنم یا جواب نده تنها نشستی یا چند نفر با هاتن؟ من دارم از شما سوال میگم قاطی کردی؟ آره من قاطی کردم تو زنگ زدی به من قاطی کن حالا من میخوام بیدم تنها هستی یا چند نفر با هاتن؟ آره من جواب نه هر وقت تو جواب منه بدی من با تو صحبت کنم تا قبل بتونی جواب منه بدی حالا من قاطی کردم نکردم قبول دارم اما تو باید من بگی چند نفر هستی چون یه نفری نمیتونی صحبت کنی تو حریفی من نیستی برو به تو دیگر بیا جمع که شدی میتونی بفرمایی عزیزم نه خب ببین نه آخه درست نیست خیلی درست عزیزم مگه منده نوکر شما میجنشستم بزن تو حرف بزنی نه کشتم خودم و خسته شدم برنامه واسه چی گذاشتیم برای اون یه عده آدم عاقل گذاشتم خب ما عاقلیم به شما داریم خب بفرم من که شما بقیه رو داریم من شما دارم با تو صحبت و من شما رو قطع کردم نه آخه شما مثلا حرف زشت میزنی شاید مثلا دو تا بچه نشسته باشه همین الان به این آقای پشت مثلا چی گفتن؟ چی گفتن؟ گروه بابا کلمه بدیه؟ نه من دارم میگم گروه بابا شم کرده مثلا نمیدونم خب میدونم من چی کلمه از دستی؟ یه فامیلی داره برنامه شما رو میبینه میگه تو کلمه از دست یعنی چی؟ کلمه از دست یعنی چی؟ زشت یعنی حرف بدن از شما یه چیشو بگیم گفتی تخمم نمیدونم چی من نمیدونم اگه نمیدونی که نباید زنگ بزنی اول باید بدونی باید زنگ بزنی زنگ نمیتونی بزنی بگی من نمیدونم که آقای چرا خوشبختی برنامه گذاشتی عزیز من اگه میدونی من چی گفتم بگو اگه نمیدونی من چی گفتم برو فکر کن به اون آقای فوش میدادی اجازه نمیدادی به تو چه مگه تو وکیل اونی آره من وکیل نیستم اگه وکیل نیستی تو گوه خوردی وکیل نشستی مرد زنی که اما یه سری آکله ایرانی حالا پیدا شدن سر و سر حالا که این اصلا داریم ایران پدرتون رو در میاریم وطن فروش ها آیا شما موافق هستین که جمهوری اسلامی بعد از ایران بره؟ شما نه نشد نشد شما اولی به من جواب بدین شما آیا موافق هستین که جمهوری بله میخوام آیا موافق هستین که اسلام هم باید بره؟ نشد آیا اسلام هم باید بره؟ نه خیر اسلام 80% پس برو آقا آقا شما اسلامی هستی قربونت برم من که به تو میکروفون نمیدم که بشین اینجا راجع به این صحبت کنی اگه میخوای سوال کنی سوال کن من که میدونستم تو از کجا اومدی که من با آخه این آخه نداره اول بگم ایرانی هستی یا نیستی من ایرانی بله بله یعنی چی ایرانی هستی پس سلام علیکم که کلمه عربیه که احمد درست میفرمایین پس چرا استفاده میکنی آخه دیگه نه نفهمیدم اجازه بده عقب نرو نه اجازه بده اگه تو ایرانی هستی چرا عربی با من صحبت میکنی خب الان شما که صحبت کردید با من اگه درصد بگیرم 40% از کل کلماتتون عربی بود یکیشو بگو یک شبه بگم اطلاع رو باید بگم شروع کنیم یعنی چه شروع کنم؟ من شروع کنم گفتم توی ابله اگه ایرانی هستی چه کلمه عربی است که ابله اولیش که ابله عربی از بله ابله عربی بایی که تو عربی باید بهت گفت ابله بعد یک گفت بیوانه بیوان برای دارم سعی میکنم بیارمش بیرون به حد اقل دارم سعی میکنم مثل تو گمراه حد اقل نم عربیه حالا ببینم من یه سوال دارم ما رو بدبخش تو نم عربیه چی؟ تو نم عربیه همه چه عربیه برای اینکه خوار مادر من تو رو یکی کردن بیچاره اگه من تو آگاه بودیم چی؟ آخه تو یه بدبخ اونجا رفتی برای چی؟ چرا تو ایران نیستی؟ برای چی نرفت؟ چرا کشوری تو گل کردی؟ دیوانه رفتی تو جای سر چقدر به پول دادن رفتی اونجا؟ من والا موقعی که والا بخوری تو سر پدر مادره والا بخوری تو سره برای چی رفتی اونجا؟ برای اینکه گفتم کل خر تو برای چی ایران رو کردی رفتی توی اونجا من احمق همچی کاری نمی کنم توی احمق کشور رو بیل کردی وطن فروش هستی و تو جای سر تخم جفت شده برای چی رفتی اونجا؟ برو احمق ببینید این بدبختی ما